مگی خوش اومدید شبوات و مبارک و امیدوارم که هفته خوبی رو همگی آغاز کردید و به که موعدی بسیار پربار رو پشت سر گذاشتید خوش اومدید دوباره به کلاس تانیا بعد از مدتی که به خاطر موعد آنتراک داشتیم و به زادشم کلاس رو امروز ادامه میدیم و یا امشب بستگی داره به اینکه کجای دنیا تشریف دارید قبل از اینکه ادامه بدیم و فصل یازدهم در قسمت ایگرت حت رو در کتاب تنیا شروع بکنیم به صورت خلاصه ای از فصل قبلی صحبت میکنیم تا اینکه کمی مرور کنیم که از کجا اومدیم و به چه مسیری داریم میریم در این مطلب بزرگ مطلب تشووا که ترجمه میشه به توبه کردن که همونجور که قبلا صحبت کردیم در واقع ترجمه صحیحی نیستش ترجمه صحیح تشووا برگشتن هست در فصل قبلی و فصل قبل از اون درباره تشووا به صورت عمیق یاد گرفتیم و رسیدیم به این که دو تا درجه مختلف تشووا وجود داره یکی تشووا تطاعا تشووای پایینی و دیگری تشووای بالایی تشویه الا آ تشوفای اولی تشویه تتا برای برگشتن به درجه خود که نشما برگرده به اون درجه ای قبل از اینکه گناهی رو انجام داده که همه چی ترمیم بشه و نور الهی که امتداد پیدا نکرد و پایین نیومد به خاطر گناه ما اون دوباره بتونه تلافی بشه برای اون نور و همه چی ترمیم بشه به اون درجه ای که بود تشوبای لا تشووای بالاتر مافوق اون درجه اولیه و در واقع ربطی به گناه نداره بلکه تشووای بالاتر تشوبای ها برای اینه که یه نفر بتونه نشامای خودش رو برسونه به اون درجه قبل از اینکه حتی نشاما پایین اومده توی این دنیا تا اینکه ملبس بشه در بدن جسمانی که بسیار درجه بالایی هست ولی اون هم تشووا نامیده میشه چرا به خاطر اینکه ترجمه لغت تشوبا یعنی برگشتن تشوبای اولی تشووا تتا به چه وسیله به دست میاد اون اصلی اون در واقع از اینه که یه نفر در وحله اول تلخی حس میکنه به خاطر اون گناهی که انجام داده و اشتباهی که رخ داده در این حال رحم و مروت بر نشامای خود رحم و مروت بر شخینای خدا نور جلال حقدش بارو خود که همیشه همراه ما است و به خاطر اینکه خودمون رو به درجات پایین کشیدیم با کارهای اشتباه نور الهی رو هم به درجه پایین کشیدیم پس بنابراین این همش باعث میشه که رحم کنیم به نشامای خود به نور شخینا و همراه با اون تلخی که در ما رخ داده به خاطر گناه ها این باعث میشه که تشووا کنیم رتبه اول تشووا درجه دوم تشوبا تشوبا الاعا اون تشوباییه که به وسیله یاد گرفتن توراست و به وسیله تفیلا خوندن که این دو دو نحو مختلفه یاد گرفتن تورا که باعث میشه از بالا الهیت رو به خودمون نزدیک کنیم و در هنگام تفیلا که به وسیله اینکه خودمون رو بالاتر میبریم خودمون رو به الهیت نزدیکتر میکنه و هر دو اینا یاد گرفتن تورا و تفیلا خوندن با خوشحالی از این که داریم به نزدیک نزدیکتر میشیم باعث میشه که بتونیم درجه دوم تشوبا رو درجه بالاتر تشوبا رو به دست بیاریم پس در واقع از یک طرف عنصر تشوبای پایینی تلخی و پشیمونی هستش و دومی تشووای بالاتر به وسیله خوشحالی از این که داریم با و دشبار خوی یکی میشیم و در فصلهای قبل ادمورزاکن توضیح داد که کلا وقتی یه نفر داره سعی میکنه به طرف اکودش بار خود تر بشه از یک طرف باید تلخی رو حس بکنه از اون طرف باید خوشحال باشه که داره به اکودش بار نزدیک میشه ولی آیا به چه نحوی امکان داره که هر دوتای اینا رو در یک زمان آدم بتونه تجربه بکنه سخته اگه یه نفر واقعا داره تلخ میشه و ناراحت درباره اشتباهی که کرده این میتونه روی اون برای مدتی اثر بذاره و سخته که از اون حالت غمگینی و ناراحت بودن درباره اشتباه ها آدم به راحتی خودش رها بده و شروع کنه خوشحال بودن به خاطر اینه که میتونه تشوبا بکنه در فصل دهم چیزی که از به ما یاد داد اینه که میتونیم این دوتا رو در دوتا زمان مختلف روز انجام بدیم برای مثال گفت که بهترین راهش در تیکون خدسات هستش اون تفیلای مخصوص نیمه شب و یا اینکه به صورت عملی اونایی که اون تفیلای های نیمه شب رو نمیخونن میتونن سر شما اسرائیل وقتی که میخوان قبل از اینکه بخوابن فکر کنن درباره اشتباهایی که شده در عرض روز که بتونن اون تلخی رو تجربه کنن که این کمک بکنه تشوبا بکنن و به این وسیله صبح که میرسه وقت تفیلا هستش اون وقتی که میتونن با خوشحالی تفیلا خودشون رو بخونن و به انجام برسونن چرا به خاطر اینکه نزدیک شدن به خداوند دل خوش لازم داره این یک پند اندرزی بود که در واقع در فصل دهم ده به ما یاد داد درباره این دو تا حالت احساسی ما که به چه نحوی بتونیم سویچ بکنیم عوض بکنیم از یکی به اون یکی که ممکنه مدت لازم داره زمان لازم داره و در یک آن ممکنه یه نفر نتونه این کار رو انجام بده در فصل 11 هم همین موضوع رو ادامه میده ادنو رزاکن ولی یک جنبه جدید رو به ما معرفی میکنه و اون اینه که در واقع این دو تا احساس ناراحت بودن تلخی از اشتباهات و خوشحالی از اینکه به هشم میتونیم نزدیک بشیم در واقع میشه هر دوتای اینها رو در آن واحد تجربه کرد قبلا نگران بودیم که طول میکشه اگه یه نفر واقعا تلخ شده درون او به خاطر اشتباهی که کرده نمیتونه در یک ثانیه بتونه حالت خودش رو عوض کنه و الان تفیلا بخونه با خوشحالی به درگاه خدا که لازمه برای تشبه کردن راهش چی بود این که فاصله بین این دوتا باشه روش جدیدی که امروز یاد میگیریم اون رزاکن به ما توضیح میده که نه این امکان پذیره که هر دو تا این احساسات تلخی از یک طرف و خوشحالی از طرف دیگه در آن واحد در ما وجود داشته باشه و به این وسیله میتونیم همیشه به راحتی این درجه تشوا برگشتن به حق و دشبار و خو رو که مستلزم هر دوتا از این احساسات هست میتونیم همیشه این رو در واقع تجربه کنیم و به انجام برسونیم میریم سر متن کلاس امروز فصل 11 در ایگرد حتشوها جزوه های آپلود شده در این قسمت گروه میتونید جزوه ها رو باز بکنید و در جزوه های جدیدی که آپلود شده صفحه 32 میتونید اونا رو باز کنید و شیور امروز برای بر طبق تقویم سالیانه برای سال معمولی شانا پشوتا 28 تموز هستش و برای سال موبرت مثل امسال در واقع شیور امروز برای روز دوم ماه آب هستش و اگر کتاب تنیای دیگه چاپ دیگه دارید میتونید فصل 11 باس و اولش رو باز کنید و به این صورت ابن رزوکن به ما یاد میده و آمنام لیهیود بلیبو لیبو و این که در واقع در قلب اون باید یک فروتنی وجود داشته باشه هی بخینت تشوبا تتا آ کنیسکار که این فروتنی این تلخی در واقع لازمه برای درجه اولین تشوا که درجه تشووای پایینی هستش و گم هستیم خواب هشم و در عین حال خوشحالی در خداوند که میتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به خداوند شتیهن به یخد که هر دوتا این احساسات که زد و نقیز هستن بتونن با همدیگه وجود داشته باشن آیا این به چه نحوی امکان پذیره؟ ابنور ازاکن میگه ما قبلا درباره این صحبت کردیم که وار میلتا امورا به دکوته اماریم صف پر اگلام دالت در واقع در قسمت اول تنیا در فصل سی و چهارم مقداری درباره این موضوع که چجوری دو تا احساس متضاد میتونن با همدیگه باشن در قلب یه نفر درباره این صحبت شده ولی الان بیشتر درباره این صحبت میکنیم که مش کاتوب به زوهر حکادش همونجوری که در زهر مقدس در کتاب قبالا نوشته شده که خدوات کیا به لیبایی که خوشحالی در یک سمت قلبم وجود داره میسید را دا از این طرف و ادامه میده اونجا که غمگینی از اون طرف این متنی که در زهر نوشته درباره چی هستش منظورش به چیه در اونجا در کتاب زهر توضیح میده که ربی شیمون بر نشسته بود با پسر خودش ربی الازار و ربی شیمون بر داشت به ربی الازار یاد میداد درباره بیت امیقداش که بیت که در زمان اونا خراب شده بود که آیا چه درجات روحانی و ماورای طبیعت در بیت وجود داشت و هر چیزی که در بیت بود چه جنبه ای داشت از نظر قدوسیت و چه اثری توی دنیا میذاشت و در مردم وقتی که بیت داشت وجود داشت و عبادت روزانه بیت داشت میتونست به انجام برسه که موضوع های بسیار عمیق و مقدس در روحانیت بود این درس که داشت به پسر خودش ربی لازار یاد میداد از رازهای تورا از قبالا و بعد از اینکه اینا رو یاد داد به ربی لازار ربی لازار برگشت و این جمله معروف رو در زهر به پدر خودش گفت گفت که بعد از اینکه اینا رو به من یاد دادی از یک طرف خوشحالی بسیار عظیمی توی قلبم این ور به خاطر اینکه الان دور هایی یاد گرفتم راست های عمیق تو رو یاد گرفتم درباره بیتمیق داشت چیزایی که تا حالا بلد نبودم چیزایی که معمولا همه یاد نمیگیرن که این بسیار منو خوشحال کرد ولی از اون طرف حالا که ارزش قنیتری از بیت من یاد گرفتم اون طرف قلبم قمگینیه، غمگینیه بسیار زیادی چرا؟ به خاطر اینکه تازه ارزش بیت رو به درجه جدید من یاد گرفتم و اینی که الان بیت نداریم یک وزن بیشتری روی قلب من گذاشته منو دوباره ناراحت کرده و غمگین کرده از اینکه که المقدس نداریم پس رب لازار میگه خد و تکیا به دیدار از یک طرف خوشحالی توی قلبمه و از اون طرف غمگینی یعنی در واقع رب لازار داشت میگفت که هر دوتا از این احساساتو من در آن واحد دارم تجربه میکنم پس در به همین صورت کن الان به ما توضیح میده که برای تشوبا کردن که درجات مختلف تشوبا تشوبای درجه پایینی و درجه بالایی دو تا عنصر مختلف لازم دارن یکی غمگینی لازم داره اون یکی خوشحالی لازم داره و در عین حال درجه پایینی تشوبا لازمه که آدم بتونه تشوبای بالاتر رو انجام بده پس هر دوتا این احساسات غمگینی و خوشحالی میتونن در آن واحد تجربه بشن به وسیله یک نفر او به تروف اد و همچنین به اضافه این نکته ای که الان ذکر شد وقتی یه نفر ها امونا و بیتاخون وقتی یه نفر این امونا این ایمانو داره و بیتاخون و این اطمینانو داره لیو ناخون لیبو با تو اف که قلب اون قشنگ استوار باشه در اطمینان خودش به خداوند که خافت قصد هو که خداوند کسیه شخص که نه ولی خداییه که خواستار نیکی هستش مهربونی هستش و خنون و رخوم و کسیه که بسیار لطف و رحمت داره به همه, به همه انسان ها و رب و همچنین خداوند بسیار بخشایشه نه یه ذره بخشایش بلکه ورب لیست و سلوه خیلی بخشنده است تیک فومیت شمه وکش مخیلا فوری بعد از اینکه یه نفر تقاضای مخیلا میکنه تقاضای بخشش میکنه از طرف حکودش برو خوب اسلیخا و, و سلیخا میخواد از هشم به ایتویت همون جوری که توی پاسوک نوشتیم که رو رخمه خام مخه پشا آی که به مقدار زیاد رحم و مروت خود ای خداوند گناهای منو ببخش یعنی داره توی پاسوک چی گفته میشه که خداوند خیلی رحم و مروت داره و همچنین توی پاسوک میگه کپسنی تهرنی که من رو بشور تمیز بکن پاکیزه بکن و من رو تاهر بکن پاکیزه از نظر روحانی و همچنین توی پاسخ میگه و خول اوانا تای مخه تمامی گناه های من رو پاک بکن ای خدا و غیره پس همه اینا رو وقتی یه نفر در فکر داشته باشه بلیشوم سا و با بدون این که هیچ نوع شک و تردیدی توی دنیا وجود داشته باشه از این که خداوند بالاترین درجه بخشایشه و بسیار بخشنده است او که ما شانو مبارخیم به خود تفیده شما نیسته و این نکته که خداوند بسیار بخشند است یه نفر میتونه به صورت جالبی در دعای روزمره در تفیلای روزمره ما ببینه و اون اینه که هر روز همونجور که میدونیم سه بار در روز تفیلا میخونیم مگه اینکه روز به خصوصی باشه که ممکنه تعداد تفیلاها ها بیشتر باشه ولی به صورت معمولی سه بار در روز و یکی از مهمترین و مقدسترین قسمت های تفیلا چی هستش تفیلای لخش اون تفیلایی که به صورت سکوت گفته میشه و همچنین به نام شمنا اسره اون که 18 تا براخا داره نامیده میشه تفیلای لخش این مهمترین قسمت تفیلاست و در اونجا ما براخای مختلفی میگیم وقتی که اگه به یادتون باشه یکی از براخا تیکف شمه وکشیم فوری بعد از اینکه درخواست می‌کنیم در یکی از براخاها که اونجا میخونیم که میگیم ای خدایا سلخ لانو ما رو ببخش و غیره بقیه براخا اون براخا رو به چه نحوی تموم میکنیم بعد از اینکه میگیم سلخ لانو ما رو ببخش که گناه کردیم و غیره تموم میکنیم با اینکه میگیم باروخ عطا هشم متبارک هستی تو ای خدا خنون اون کسی که بسیار بخشنده است همربه هم لسلوخ که افزایش میده برای بخشش بسیار بخشنده و میبخشه خب این متن به نظر عجیب میرسه و کمی شاید خودخواهانه از یه طرف شروع کردم الان برای دارم میگم خدایا ببخش گناه ها را. و به مرز اینکه اون جمله تموم میشه آخرش اطمان به براخا اینه که متبارک هستی تو خدایی که می بخشی. بخشیدی همه به بدست که همیشه بخشنده هستی سب کن من همه الان تقاضا کن کردم از کجا میتونم با همچین اطمینانی بگم که خدا الان من بخشید شاید نبخشیده و بر طبق اگر یه نفر مطمئن نیست درباره یک براخا اجازه ندارید اون براخا رو بگید برای مثال مطمئن نیستید اگر براخا یه غذا خوردید بعدش براخا گفتید یا نه ممکنه براخا بعدش رو گفتید پس اجازه ندارید دوباره بیهوده اسم خدا رو بگید اینجا توی تفیلای های روزانه میگیم خدای من رو ببخش و فوری میگیم متبارک هستی خدایی که میبخشی که بخشنده هستی شاید, شاید خدا من رو نبخشیده چرا دارم بیخودی اسم خدا رو اینجا میگم با یه براخایی که شاید هنوز اتفاق نیفتاده برای صفیق برا که. معمولا قانون اینه که وقتی ما شک داریم در یک براخا که آیا صحت داره این براخا میتونیم بگیم و یا نه اجازه نداریم بگیم چون اسم خدا رو نمیخوایم بیهوده بگیم ما اخرش بی کشت و سلاخ مخل لانو از اونجایی که ما همه الان برگشتیم گفتیم خدایا سلیخا کن منو مخل لانو ببخش ما رو به خاطر گناه ها و ایلولا های و خودیم و اگر ما بر نگشته بودیم و هر دفعه بعد از اینکه حتی تقاضای بخشش میکنیم از طرف حق خود دوباره گناه، گناهی انجام نمیدادیم دیگه تا حالا از گالوت نجات پیدا کرده بودیم ولی هنوز میبینیم که ما توی گالوت هستیم هاین و نگاله میاد اگر ما دوباره تکرار نمی کردیم گناهامونو الان دیگه فوری آزاد می شدیم که مش آنوم وارخین همونجوری که براخا را میگیم توی ایتفیلای لخش براخای بعدی که میگیم باروخ خطا هشم متبرک هستی تو ای خدا گوئل اسرائیل که قوم اسرائیل رو نجات میده خب وحرای افیلو به مدت با سال و دام و حتی در درباره انسان ها که صحبت میکنیم به همین صورته درباره بخشایش این موضوعی که الان ذکر کردیم که ما اطمینان داریم در بخشایش خدا در تفیلای لخش که میگیم خدای ما رو ببخش و فوری بعدش میگیم متبارک هستی که میبخشی مثل چیزی که دیگه قبول شده مطمئنیم که خدا بخشیده چرا به خاطر اینکه هشم رولیس لوخ خداوند بسیار بخشنده است و اگه ما واقعاً با ته دل اون ثانیه که داریم میگیم ما رو ببخش از ته دل با تشویبه داریم این صحبت رو میکنیم خدا میبخشه و حتی با وجود این که ممکنه بعدا دوباره یه نفر ممکنه همون گناه ها انجام بده ولی در اون زمان که این با تمام دل و, و قلبش میخواست تشویبه کنه توبه کنه و تقاضای بخشش کرد خدا میبخشه چرا به خاطر اینکه به خاطر اون ثانی است که قضاوتش میکنه حتی اگر بعدا دوباره این کار رو انجام میده و آیا ممکنه یه نفر بگه واو این بسیار صفت جالبی که خداوند داره کاش که همه انسان ها اینجوری بودن یعنی آیا واقعا خداوند به همچین درجه بخشند است و جواب اینه که در واقع نه تنها خدا مسلما از همه بالاتره و بخشنده کامله تو دل همه رو میدونه بلکه حتی دستوراتی هم که به ما داده به همین نحوه ما اگه بیایم و بسنجیم بر طبق قوانین هلاخا قوانین تورا قوانین یهود و, و چی نوشته؟ تو اونجا نوشته شد ساریخ آدم نیم خود تکف و میاد که یک انسان باید ببخشه فوری شمه بخشید میمینو مخیلا بعد از اینکه یه نفر دیگه میاد و شما تقاضای بخشش میکنه تقاضای مخیلا میکنه باید فوری ببخشید این یه قانون توی تورا ولو یه اخزاری میلیم خول و یه نفر نیاد و سرسختی بکنه سمجی بکنه که اون شخص رو نبخشه این قانون توراست و جالب چیزیه که توی تورا نوشته حلاخا و فیل به کتای یاد خبرو که حتی اگر خدای نکرده یه نفر اومده و صدمه زده به بدن یه نفر حتی دست اونو قطع کرده و بعدش میاد و تقاضای بخشش میکنه که دیتا به گمارا همونجوری که در گمارا نوشته شده به صف پر خط دباب کما در اتمام فصل هشتم گمارای باب کما و این شخص اگر اومد و از این یکی تقاضای بخشش کرد و این بیکش بیمن و شالوش به آمیم ولو ماخلو و اومد از اون تقاضای بخشش کرد برای سه دفعه و این یکی شخص اون را نبخشید شوب میبخشید شوب این تاریخ و کش حلاخا اینه که دیگه احتیاج نداره اون شخص برگرده و دوباره تقاضای بخشش بکنه سه بار این, کارو کار رو کرد و نه سه بار علکی نه اینکه بیاد بگه میبخشی نه خب میبخشی نه خب دوباره میبخشی نه و بگه خب من کار خودم انجام دادم نه ولی واقعا سه بار مختلف با جون و دل و با واقعیت از ته دل اومد و بر نحوی شده سعی کرد که از این یکی شخص تقاضای بخشش بکنه و این شخص نبخشید حالا اینه که دیگه لازم نیست اصلا این شخص رو نگران بشه دربارش و بخواد دوباره تقاضای بخشش بکنه اوکی با اجازه کمی قبلا به راخای آب و گفته بودم با اجازه همه قبل از کلاس خب این حالا خواست کمچه شخصی دیگه لازم نیست بیا تقوضای بخشش بکنه چرا به خاطر اینکه صحیح نیست که این شخص هنوز نبخشیده بعد از سه بار و مثال دیگه ای که اینجا عدم رزاکن میزنه درباره بخشایش بخشایش آدمیزاد چه برسه به بخشایش خداوند ولی درباره بخشایش آدمیزاد داستانی هست در نویم و کتوبیم که یک ادهی بودن که این اده کسایی بودند که یک بدی دیده بودن از شاول همه اولین پادشاه بنی اسرائیل که به نام گیوونین بودن و این گیوانیم وقتی داوید ملخ حضرت داوید پادشاه شد اومد که از اینا بخشش بکنه در حق بنی اسرائیل در حق شاول ملخ که پادشاه قبلی بود به این گروه گفت که میبخشید که اون پادشاه قبلی چنین کارهایی برزده شما کرده و چه اتفاقی افتاد اونجا و هر گیوانیم این گیوانیم ها شبیکش داوید عملخ حالا و شالوم مهم مخیلا بعد شاول که داوید عملخ از طرف شاول پادشاه قبلی که دیگه مرده فوت کرده بود اون پادشاه قبلی اومد و تقاضای بخشش کرد که پادشاه قبلی شهمیت شه تد گیوانیم که باعث شده بود که گیوانیم کشته بشن ولو سلیم خود و گیوانیما گفتن نه ما نمی بخشیم ما نمیخوام این, این کار رو ببخشیم اصلا به شاول هم ملخ اون وقت بود که داوید هم ملخ برگشت و یک حکمی کرد بر این گیوانیم که گیوانین کسایی بودن که اومده بودن و اینا جز به بنی اسرائیل شده بودن اومده بودن تخت کنفی ها. و داوید هم گفت که این گروه گیوانیم با وجود این که اومدن و جز ماها شدن ولی اجازه ندارن که ازدواج بکنن با بقیه قوم اسرائیل چرا؟ گازر داوید علیه همشلو به بکل هشم گزرا کرد حب کرد که این نیان جزو قوم اسرائیل بشن چرا به خاطر اینکه شهم رحمانیم، به خاطر اینکه قوم یهود کسایی هستند که رحمانیم هستن رحم و مروت دارن که دیتا به پر خده ایوامود همون که در فصل هشتم یواموت درباره نوشته شده که سه تا صفت هست که مردم قوم یهود این سه تا صفت رو دارن که هم رحمانیم کسایی هستند که رحم و مروت دارن هم بیشانیم خجالت دارن از کار اشتباه انجام دادن و همچنین گمله خسادیم کسایی هستن که توی ذاتشونه که به یه نفر دیگه نیکی و خوبی بکنن نه به خاطر اینکه اسمشون بزرگ بشه نه به خاطر اینکه فایده ای به اونا میرسه سودی به اونا میرسه و یا هر دلایل خارجی دیگه ای بلکه توی ذاتشون اینه که به کسای دیگه نیکی بشه حتی اگر هیچ کسی نفهمه که کی کمک کرده و حتی اگر این شخص رو هیچ وقت دوباره نبینن ولی یه نفره که احتیاج به کمک داره پس بنابراین باید کمک بشه این نوع درجه نیکی کردن بسیار منحصر به فرده و همگی این خصلت رو ندارن بله بقیه کمک میکنن ولی به خاطر دلیل های خارجی احساس خوبی بهشون دست بده اسمشون بزرگ بشه اسمشون رو بذارن روی ساختمون توی اخبار همه پخش کنن که این یه شخصی کار درستی کرده و یا غیره و یا اینکه یک uh, یک uh, استفاده براشون بشه همونجوری که یک اصطلاح فارسی هست که فکر کنم میگن نیکی کن و به دجله انداز که خدا روزی دهد باز یه همچین اصطلاحی یعنی اینکه حتی این کار نیکی هم که میکنی به خاطر اینکه یه روزی یه استفاده از این بهره برداری بکنی و قوم عیسی ذاتشون اینه که نیکی بکن به خاطر اینکه نیکی احتیاج اون شخص احتیاج داره و باید کمک بشه همین رو بس نه به خاطر اینکه من حالم بهتر میشه احساس خوبی بهم دست میده نه پول بیشتری نه اسمم بزرگ میشه نه مردم میفهمه و نه غیره همراه با اینکه رحم و مروت دارن همراه با اینکه آدمایی هستن که خجالت دارن توی وجودشون شرم میکنن از کارهای اشتباه که انجام بشه پررو نیستن پس بنابراین داوید هم برگشت و درباره این گروه که نمیخواستن شاول هم و ببخشن برگشت و گفت اینا اجازه ندارن ملحق بشن به قوم یهود به خاطر اینکه اصلا تاروپودشون به ما نمیخوره چون اینا رحم و مروت توشون نیست پس میبینیم که حتی از انسانها همچین انتظاری وجود داره که ببخشن حتی اگر یه نفر چندین بار یه کار اشتباهو انجام داده دیگه چه برسد به خداوند که داریم درباره خدا اینجا صحبت میکنیم درباره بخشش نسبت به ماها اگه کار اشتباهی رو انجام دادیم پس اینی که یه نفر در آن واحد بدونه که رب درسته که از یک طرف من ناراحت هستم از اینکه یه کار اشتباهی انجام دادم ولی در عین حال از یک طرف اون تلخی رو توی خودم نگه میدارم توی قلبم ولی از اون طرف خوشحالی از این که میدونم خداوند بخشنده است و بسیار بخشنده است و تو دل همه رو میدونه و هنوز راه برگشت به اون رو برای من باز کرده و مهیا هستش و صد درصد منو میبخشه تا حدی این صد درصد میگیم که حتی حاضریم در تفیلای روز روزمره براخا بگیم دربارهش اول میگیم سلخ لانو ما رو ببخش و بعدش تموم میکنیم خنون هم مربل و متبارک هستی اون خدایی که داره میبخشه اینقدر مطمئنم که داره میبخشه بله به خاطر اینکه خدا بسیار بخشنده است و راه تشوبا رو همیشه برای ما باز نگه میداره خب ادامه میدیم این متنو و الان قسمتی که برای روز 29 تموزه در سال پشوتا و چهارم آو برای سال مقبره ادامه میده همه اینایی که صحبت کردیم درباره درجات انسان بود که چقدر آدم باید بخشنده باشه او به میدت حکدش بارو خو الاخت کم و کمال کمال انکت چقدر بیشتر و بیشتر مسلما وقتی داریم درباره خداوند صحبت میکنیم بدون حد و کران که بشه مقایسه کرد این موضوع صدق میکنه که خدا بسیار بخشنده است و میبخشه اون مشم شبخیم و تشم خنون هم مر لیست و و اینه که ما ستایش میکنیم خدا رو و تبرک میکنیم خدا رو توی دعایی که میخونیم و میگیم ای خدایی که ره داره و بسیار بخشنده است هم مربه دیکا این لغت مخصوصا اونجا گذاشته شده که بسیار بخشنده است او که مشکاتو به ازرا و همونجور که در کتاب ازرا هنوی نوشته شده که و لسلوخ که خداوند بسیار بخشنده است ده هینو به این معنا شبه به میدد با سار و دام که وقتی داریم درباره رفتار و مرام یک انسان که از گوشت و خون درست شده صحبت میکنیم این یه خطا ایش ل ایش او بکش منو مخیلا اگه یه نفر نسبت به یه نفر دیگه یه کار اشتباهی انجام میده و بعدش میاد از اون تغاظای بخشش میکنه اون ما خلا و شخص اون شخصی که ناراحت بود اول اون شخص اولی رو میبخشه و خرکاخ خازر لسو رو و بعد از اینکه شخص اولی بخشید دوباره اون یکی شخص میاد و کار انجام میده کاشه معاد شیم رو شنید مسلما بسیار سخته که بیاد و دوباره اون شخص رو ببخشه که برای دفعه دوم داره به اون صدمه میزنه و اونو اون رو ناراحت میکنه او میکشه که میشلشید و و مسلما اگر اون شخص بیاد هی دوباره برای دفعه سوم و دفعه چهارم این کار رو انجام بده برای اونی که شخص بسیار سخته که این رو ببخشه می خب دفعه اول تو کار انجام دادی بخشیدمت دوباره انجام دادی حالا و د... بخشیدمت حالا دوباره اومدی دفعه سوم و دفعه چهارم انجام میدی اول به هر کدش بارو خو این حفرش به این پهم اخل الف ولی تفاوت ما با خداوند اینه که در نزد خداوند هیچ تفاوتی وجود نداره بین دفعه اول تا دفعه هزارمی که یه نفر یه کار اشتباه رو انجام میده که هم مخیلا هی می بیده تا رخمین به خاطر اینکه بخشایی از طرف خدا از صفت رحم و مروت هستش امید و میدوتا و حکده شد اینان بخیند گبول به تخلید و صفتهای های الهی وقتی داریم صحبت, صحبت میکنیم نه صفتهای های ما درسته ما هم یک صفت رحم و مروت وجود داره ولی صفت رحم و مروت خداوند با ما فرق داره صفت های رحم و مروت خداوند بی انتها هستند هیچ حد و کرانی ندارن الا به بخینت انصف بلکه در درجه انصف بی انتها هستن که ماش کاتوب همجور که توی پاسور نوشته کیلو خالو رحماف که تمامی نداره رحم و مروت خداوند و البته وقتی درباره توصیف صفت های الهی صحبت می کنیم که منظور سفیروت هستش ده تا سفیروتی که در دنیای اصلوت و دنیا های دیگه وجود داره درسته که هر کدوم از صفت ها نامی به خود دارند برای مثال میگیم سفیرت ها سفیرا و صفت خسد مهربانی و یا میگیم سفیرت گبورا سفیرای گبورا جبروت پس به نظر میاد که اینا از یک نظری حد و کران دارن این صفت رحم و مروت این یکی صفت جبروت و قدرت خدا و از این نظر که خخامین توضیح میدن که هر سفیرا حد و کرانش از اینه که خب خسد درجه مهربونیه و نه درجه جبروت و بلکه اون درجه جبروت گبورا گبورا هستش و نه خسد نمایانگر یک نوع از اون صفت ها هستن ولی که از نظر مقیاس اون صفت ها درجه خسد سفیرای خسد اون درجه صفت الهی بی انتها خسد توش وجود داره و یا جبروت بی انتها توش جبروت وجود داره پس وقتی داریم درباره بخشایش خداوند صحبت میکنیم مثل انسان نیست که ما طاقتی داریم دفعه اول رو میبخشیم دفعه دوم شاید دفعه سوم بسیار مشکل دفعه چهارم ممکن حتی بگیم اصلا این مسخره است یعنی چی هر دفعه کار رو انجام میدی و میای بعدش تقاضای بخشش میکنی ولی هر کدش بارو خون نه مثل ماها نیست که حوصلش سر بره و بگه نه دیگه طاقت ندارم و غیره هر دفعه می که ببینه آیا این شخص واقعا داره تشویقا میکنه داره واقعا به طرف هر یا نه او بخینت باید به این هفرش به کلاب، به کاتان و در مقابل درجه بی انتهای خداوند، هیچ تفاوتی وجود نداره. بین چه یک شماره کوچک و یا شماره بزرگ، چه یک دفعه، چه هزار دفعه. چرا؟ به خاطر اینکه دکلا کمی کلا مماش خوشید، به خاطر اینکه همه چیز در درگاه حق کدش خو در نزد حق کدش بارو خو مثل هیچ چیز حساب میشه شماره یک با شماره بی انتها هر دوتا کاملا بی معنا و بدون حد و کران نسبت به خود حق کدش خو که از همه اینا بالاتره همونجوری که توی پاسوگ نوشته مشوه کاتان و گادل و خلول که خداوند یکی میکنه چه کوچیک و چه بزرگ و چه شماره یک و چه شماره بی نهایت و همه اینا در برابر هر حق داشت برای خون مساویه ولاخن و بنابراین الان یک موضوع جالبی دیگه ای رو درک میکنیم و اون چیه؟ و اون اینه که هر سال روز کیپور که فرا میرسه گاهی اوقات ممکنه حس کنیم که اینجا مسخره بازی شده روز کیپور پارسال وایسادیم للا زنیم به درگاه هر کدش بارو خود که خدایا ما رو ببخش این گناه ها کردم اون گناهو کردم دیگه هم این کارو نمی کنم. و بعدش امسال دوباره روز کیپور میشه وای میسیم جلوی هر کدش بارو و دوباره همون دعا رو میکنیم للا میزنیم ای خدا ما رو ببخش این کار کردم اون کار. همون گناه ها رو تکرار میکنیم و ذکر میکنیم که دوباره این کار رو کردم و من رو ببخش سب کن این چجور مسخر بازیه یه بار تغذیه بخشایش کردی دو بار تغذیه بخشایش کردی 120 سال یه نفر زنده باشه یعنی 120 بار و یا بیشتر اگه زنده باشه اقلا یاد گرفته بره که میسا حدود 120 بار وایستاده روز کیپور تفیلا خونده منو ببخش خب چند بار هی گناه کن هی دوباره تقوضای بخشش بکن و خدا هم میبخشه از کجا اینقدر مطمئنی؟ و این چیزی که الان رنبور از به ما میگه ولاخن معویر اشموتنو رو به و شانا و, شانا و دقیقا به خاطر اینکه خداوند بی حد و کران درجه رحم و مراوت داره و این نیست که طاقت نداره حسدش سر میره خسته میشه از تشوبای ما هر دفعه میسنجه تشوبای ما رو بنابراین گناه های ما رو رد میکنه هر سال به خود و شانا و شبید ودیم به خود هفتاییم شه بیدودیم به الخط و تمام گناهایی رو که در تفیلای الخط ما میخونیم تفیلای روز کیپور که میگیم و به, به سیره سینه میزنیم یا بعضی هستن که به پیشونیشون میزنن میگن الخد چه خاطر نفان خاطر اون گناهی که کردیم با گفتارمون و الخد چه خاطر نفان گناهی که کردیم با اعمالمون و از اینکه دویدیم دنبال گناه از این وقت سر هر کدوم میگه و الخط و برای اون گناهی که و ذکر میکنیم کدوم گناه بوده عفش خزر و آور علیه با وجود اینکه این شخص که روز کیپور وایستاده تفیلا میخونه دوباره برگشته و همون گناه ها رو انجام داده خوزه امید وده علیه به یوم به شان هبا با وجود این برمیگرده و تشوبا میکنه توبه میکنه برای تمام اون گناه ها برای اون روز کیپور آینده ای که فرا میرسه و خند ولام و این تمامی زندگی ماست تا وقتی که 120 سال یه نفر زنده باشه این کار رو هی تکرار میکنه که دوباره وای میسه تقاضای بخشش میکنه او به خود شنا به شنا لف دفقا و نه تنها از سال به سال روز کیپور تا روز کیپور دیگه الا که ممکن به خود یوم و یوم بلکه حتی در مرام روزمره ای ما هم این موضوع وجود داره شالوش با آمیم به خاطر اینکه سه بار در روز ما موارخیم این براخا رو میگیم این دعا رو میکنیم توی تفیلای لخشمون صبح زور و شب که میگیم باروخ اتا هشم متبارک هستی تو ای خدا خنون همار به که بسیار که رحم و مروت داری کسی هستی که رحیم هستی و بسیار بخشنده و که معما و مثل گفته خخامیم ما یادشون بخیر که تفیلا که ننگ تمیدیم تکنوها که کلا دعای روزمره ما در مقابل اون قربانی های روزمره است که در بیت داشت در بیت المقدس این قربانی ها اوورده می و این قربانی ها که همیشه با دو تا قربانی مشخص شروع میشد و تموم میشد عبادت روزانه بیت داشت قبل از اینکه همه قربانی های مختلفشون بیارن یه قربانی بود به نام تامید قربانی همیشگی که این اولین قربانی بود که اوورده میشد در بیت داشت و همچنین بعد از اتمام بقیه قربانی ها و مراسم و کسایی که اومده بودن یک قربانی تامید همیشگی بعد از هر قبل از بسته شدن بیت داشت به همین صورت این قربانی رو میشد دلیل اینا چی بوده که این دوتا قربانی در بیت امیداش اوورده می شد و تامید شد شخر مخپر الاوروت اللیلا اون قربانی تامید که صبح اوورده می شد اولین چیز برای این بود که تمامی گناهایی که در هنگام شب گذشته ممکن مردم انجام دادن اونا بخشیده بشه و تامید شد بین هر بایم الشلیوم و اون قربانی که بعد از اون رو می شود. قبل از اتمام تمامی مراسم روزمره به داشت به خاطر این بود که این یک کپارا باشه بخشیده بخشندگی برای تمام گناه هایی که در عرض روز مردم ممکنه انجام دادن پس یکی صبح یکی بعد از ظهر یعنی اینکه حتی با وجود اینکه قربانی صبح کپارای کامل بود میبخشید گناه های قبلی رو برای بعد, بعد از اون برای بقیه روز امکان داشت که یه نفر دوباره تو, چل... تو تله و چاله یه ترها را بیفته و یه گناهی رو انجام بده پس بنابراین اون بعد از اون قربانی بعد از اون هم می به میده یوم به یوم لولام و این مرام روزمره بود در بیت المقدس همیشگی پس برای اون تفیله های روزمره ای ما دعای روزمره ای ما که در برابر اون قربانی خاص به همین صورته که با وجود این که یک بار تقاضای بخشش میکنیم و مطمئنیم خود ما رو بخشیده ولی در دعای بعدی روزمره دوباره اون تقاضای بخشش رو میکنیم چرا به خاطر اینکه ممکنه دوباره توی تله یه تهارا افتاده باشید و گناهی انجام داده باشید چه فرقی داره بین این تقاضای بخشش روزمره در دعاهای سه باری که میخونیم در ارز روز نسبت به دعای روز کیپور این دوتا طلب بخشایش چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ الا شایوم مخپر خمورود روز کیپور کپاراس برای گناههای بسیار سنگین و حتامی چهو کاربانولا و اون قربانی روزمره که در بیت امیگداش اوورده میشد صبح و شب مخپر از میتسوت از اونها کپارا بودن برای میتسوهای مثبتی که یه نفر از دست داده و اون کارا را انجام نداده اون قربانی‌ها برای این بود که اون شانس رو از دست دادن که مهلت داشته این شخص یکی از امرهای مثبت تورا رو انجام بده ولی قفلت کرده انجام نداده قربانی صبح و بعد از ظهر تامید برای اونا کپارا بود برای گناه های سنگین تر اون روز کیپوره که بخشایش کامل میتونه برای یه نفر بیاره اگر تشوا بکنه و خن ها هزه ایمت و به همین صورت تفیلای این زمان ما که در برابر اون قربانی های برگزیده شده به همین صورته که میتونه برای ما کپارا بیاره بخشایش بیاره برای گناهایی که هی اتفاق میفته و اون شانسایی که از دست میدیم و قفلت میکنیم از انجام میتوه ها اگر و اگر این با تشیوا همراه باشه این درخواست ما برای بخشش همونجوری که قبلا درباره این صحبت شد حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب آیا اینی که من هر روز تقاضای بخشش میکنم و یا سه بار در روز تقاضای بخشش میکنم و اینی که میدونم که دوباره امشب برای مثال تقاضای بخشش خواهم کرد خب آیا این یک درجه گول زدن خود نیست؟ آیا این نیست مثل چیزی که خب من میدونم میتونم تشوبا کنم حالا برها گناه رو میکنم دوباره امشب وای میسم دعا میکنم به طرف اکدش برای خود که منو ببخشه درباره این گمارا صحبت میکنه و به این موضوع گمهارا میگه اخته و آشوب یه نفر که در موقعیت اینه که میگه آقا من گناه میکنم اخته و آشوب و بعدش هم تفیلا میکنم ت... و بعدش هم میکنم میکنم که خدا من رو ببخشه پس مسئله ای نیست بذار فعلا لذت خودم رو ببرم گناه ها انجام میدم بعدش هم من که میدونم خدا بسیار رحیمه و میبخشه بعدش میرم تقوضای بخشش میکنم و تموم شد تا دفعه دیگه و ادمور میگه نه این اون نیست با خاطر این که توی گمارا نوشته که همچین کسی که اختواشو که پیش خودش میگه من گناه میکنم و بعدش تشوفا اجازه نمیدن که مهلت داشته باشه تشوفا بکنه یعنی از طرف شمعیم از طرف آسمون جلوگیری میکنن از اون که موقعیت تشوفا کردن نداشته باشه توی دلش نیفته اگر کسی با چنین عادتی و سرسختی میره جلو که گناه انجام بده که هینو دفت که به ها شرط های یا خودی خوشید به خاطر اینکه این فقط داره صحبت میکنه درباره یک موقعیتی درباره یک کسی که در اون هنگام گناه میتونست خودش رو کنترل بکنه با وجود که میتونست کنترل بکنه به راحتی ولی پیش خودش میگه چرا بی خودی من خودم رو کنترل بکنم فعلا که لذته رو میتونم ببرم از این گناه بزا فعلا این گناه ها انجام بدم برای مثال میتونم این ساندویچ خوک رو نخورم و یا غیر کاش رو نخورم کسی هفتیر به سر من نذاشته به راحتی میتونم اینو نخورم حتی گشتم هم نیست ولی خب چیز لذت بخشیه چرا که نه بزا من بخورم بعدش میکنم همچین موقعیتیه کسی که اصلا زیر فشار نیست و زیر کنترل خودش هست و با این در, در این زمان بازم میخواد گناه رو انجام بده وقتی که میگیم ها از طرف شامعیم از طرف آسمون به اون اجازه نخواهند داد که تشبه بکنه محلتش رو بهش نمیدن چرا؟ به خاطر اینکه شبیه یک موقعیت اگه بیایم مقایسه کنیم گناه کردن با یه نفر که متاده یه نفر که متاده طرز فکرش چیه؟ دفعه اول اعتیاد شروع میکنه و فقط برای لذتشه اتفاید با بچه ها هستم با رفیقا ها یه چیز غیر قانونی بکشم مسئله ای نیست دفعه دوم دفعه سوم بازم فکر میکنه مسئله نیست چرا به خاطر اینکه خب حالا ببین هر موقع من خواستم میتونم دیگه این کار رو انجام ندم تو کنترل منه فعلا من بزن لذت ما داشته باشم تا وقتی که میرسه به یه موقعیتی که میبینه نه دیگه معتاد کامل شده اصلا توی کنترل خودش نیست و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره به همین صورت وقتی میرسه به انجام گناه که زمانهایی هست که هنوز زیر کنترل یه نفره ولی خب میگه اه من که حالا رب رابطم با خدا قطع نمیشه حالا یه خورده لذت میبرم کیف دنیا رو میکنم بعدش تشوبا این فرق داره با اون کسی که دیگه جلوی خودش رو نمیتونه بگیره یه را کاملا اون رو در چنگ خودش گرفته و به مرز این که اصلا بوی غذای غیر کاشر و یا ساندویچ خوک و یا هر چیز دیگه به مشامش میرسه اصلا کاملا کنترل خودش رو از دست میده این فرق داره این موقعیت بالاخره پس اینی که گمارا گفت که یه نفر میگه من گناه میکنم و بعدش تشوا داره صحبت میکنه درباره یه نفر که کاملا همه چیزی زیر کنترلشه پس بنابراین از اون جایی که این ایده تشوایی که میتونه بکنه چیزیه که داره باعث میشه این الان گناه بکنه فکر میکنه من راه حل دارم بدن بعد برای همشین کسی میگن این مصبکین دیگه ما را میگه نه از طرف شماییم از طرف آسمون بهش نمیذارن مهلتش رو داشته باشه که تشوبا بکنه و عفقی هم زود و حتی این رو توی ما اگه دقت کنیم چی میگه؟ میگه این مصبکین این محلت رو بهش نمیدن اول این داخک ونت خزک ونت گبر علیت رو ولی که اگر این شخص واقعا یه بار حس کرد کار اشتباهی کرده و فشار میاره خودشو رو قوی میکنه که تشوبا بکنه بر یه تهاراش قلبه بکنه و آسا تشوبا و شروع میکنه تشوبا کردن مکبلین تشوبا تو بازم تشووای اون قبول میشه از طرف شمایی تنها چیزی که هست آسونش نمیکنن برای همچین شخصی و حتی هم هم همچین شخصی میتونه تشوبا بکنه اول آنوش من به خود یوم سرخنان ولی ماها که هر روز تقاضا میکنیم ای خدا ما رو ببخش آنو میل لوکش ما توی اون تفیلامو توی دعامون قبل از این که بگیم خدا ما رو ببخش چی میگیم؟ یه براخای دیگه میگیم میگیم و هر خزیره شلما ای خدایا ما رو برگردون با یک تشوا با یک توبه کامل در نزد خودت میکنیم که کامل باشه ده هینو شلو ناشوب و لخیسلا یعنی این که اینی نباشه که الان یه خورده حس میکنم تشوبا میخوام برگردم ولی ناکامله دوباره بیفتم به حماقت یترهارای خودم و دوباره این گناه ها انجام بدم اول تقاضا میکنیم از خدا که به ما کمک کنه که این تشوبا این توبه کامل باشه و به یوم حکیپوری و همچنین در دعای روز کیپور ما میگیم یهی راتون میفنه این خواست تو باشه از درگاه تو ای خدایا شلو اخته اد که من دیگه گناه نکنم شلو اخته اد که دیگه گناه نکنم پس در واقع همیشه از خدا یاری میطلبیم که این تشیوای ما تشیوای همیشگی باشه درسته الان حس میکنم که پشیمونم ولی کمکم کن که این پشیمونی واقعی عمیق و همیشگی باشه مسپیکین و مسپیکین برای همچین شخصی که واقعا میخواد یاری خدا رو در اون زمانی که داره توبه میکنه صد درصد این فرصت تشوبا رو از شامعیم از آسمان برای اون فراهم میکنن که معیم و رزال همون که خخامه اینو زیخرونا برخا به ما میگن که حبالی تاهر که هر کسی میاد به درگاه خدا و میخواد خودشو پاک بکنه از نظر روحانی ترا داشته باشه تاهر باشه مسیع این اوتو از طرف شمایم از طرف آسمون کمک همچین شخصی خواهند کرد فقط کافی یه نفر قدم جلو بذاره حبا دیکا چی نوشته اونجا که کسی که میاد که پاکیزه بشه کمکش میکنند این اومدن قدم اول و گذاشتن مهمه و همچنین به محض اینکه بیاد حبا فوری بعدش میگن که چی؟ مثل این تو فوری بعد از قدم اول اون این تهارا و این بخشندگی اونجا وجود داره و ایلا زد و اگر به این صورته گم هسلیخا و مخیلاهی میاد پس بنابراین بخشایش و پا کردن گناه ها و رحم و مروت خدا هم صد در صد فوری هستش به خاطر اینکه این چیزیه که از ما درخواست میکنه این مرامیه که به ما داده و صد درصد این به مراتب بالاتری و بیشتری به خود خداوند صدق میکنه چرا به خاطر اینکه درجه رحم و مروت هر بارو خوب بی نهایته طاقت اصلا هیچ حد و کرانی نداره برای هر بارو خوب بی من هست. فقط برای ماهاست که میگیم یه دفعه دو دفعه چهار دفعه بعدش حاضر نیستم ببخشم خداوند هر دفعه قلب یه نفر رو میسنجه که ببینه آیا به صورت واقعی داره تشویبا میکنه و یا نه و هنوز فصل 11 رو تموم نکردیم بذار داشم در جلسه بعدی تموم خواهیم کرد ولی که اینجا چیزی که امروز یاد گرفتیم و معنایی که عدون رزاکن داره به ما یاد میده اینه که هر دوتا احساسات تلخی و خوشحالی رو در عین واحد میتونیم تجربه کنیم و در قلب یه نفر میتونه وجود داشته باشه تلخی از نظر این که به این آم به این آم نتیجه رسیدم به این آگاهی رسیدم که اون کاری که کردم اشتباه بوده و این رو همیشه در جلوی چشمان خودم نگه خواهم داشت همونجوری که در جلسه بعدی بیشتر درباره این یاد خواهیم گرفت ولی در عین حال ایمان و اطمینان دارم به قدرت بی انتهای بخشنده خداوند که من رو خواهد بخشید پس بنابراین از یک طرف خوشحالی به خاطر اینکه میدونم خدا منو بخشیده و از اون طرف هنوز یادم اون حالت بدی که خودم رو توی اون قرار دادم و مواظب خواهم بود که دوباره توی اون حال نیفتم اون جنبه تلخیه که این دوتا میتونن با همدیگه در وجود یه نفر هنوز باقی بمونن و به در جلسه آینده بیشتر درباره این موضوع یاد خواهیم گرفت اوکی تشکر از اینکه همه شرکت کردید در کلاس و پیغام ها رو چک میکنم کنم right. um, بسیار عالی و به زدشم اگر سوالی در برای کلاس ها هست میتونید با من در تماس باشید به وسیله واتساپ و به زدشم که های خبگی هم ماها رو هر برای خوب قبول بکنه و چه بهتر که میدونیم عنصر اصلی تشوبا خوشحالیه پس قلب همه ای ما رو خداوند خوشحال بکنه با اومدن ما شخصیت کردون و بتونیم کلاس بعدی رو در به داشت دور هم ادامه بدیم تومون و راخ و همچنین آرزوی شبات شلوم برای همگی شما به زد اشتر که صلح و صفا در خونه همگی وجود داشته باشه به صورت توبت